حبیب خدا صلی الله علیه و سلم فرماید اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاة، از همه اولاترین شما، بزرگترین شما، با شرفترین امت من در روز قیامت همان بنده هست، همان مرد و زن هست که در دنیا بسیار گفته باشد اللهم صل علی محمد. کسی که در دنیا این کلمات زیاد گفته باشد، حبیب خدا میگوید در روز قیامت از همه بندگان خدا دیده این بنده با قدرتر و با شرافتتر در نزد من در روز قیامت میباشد. حضرت عبدالرحمن ابن عوف که یکی از صحابه های گرامی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به شمار می رود، می گوید بار در یکی از باغها داخل شدم، نگاه کردم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سر مبارک در سجده گذاشتگی است. به نزدیک او آمدم، خیلی مدت منتظر شدم که خیلی سجده طولانی کردن. بعد این سجده میگوید سر مبارک برداشتند و به سوی رسول اکرم گفتم ای حبیب خدا، اینقدر سجده طولانی کردی، اینقدر سجده دراز کردی، گمان کردم که از جسم مبارکتان روحتان جدا شده است. حبیب خدا گفتند در حالت سجده حضرت جبرائیل آمده بود و به من از نام پروردگارم سلام آورد و گفت من صل علیک صلیت علیه فسجدت شکرا لله تبارک و تعال. حضرت جبرائیل آمدن گفتند که الله بر تو سلام میگوید. بعد سلام این که کسی که اگر بر نام تو یک بار میگوید اللهم صل علی محمد، من که خدای او هستم 10 بار درود و رحمت به حق اون بنده می فرستم. این بشارت پروردگار وقتی که نزد من آورد فسجدت و شکرا لله تبارک و تعالی، من این نعمت را شکرانه کردم و به سوی پروردگارم سجده طولانی کردم. از این خاطر از ما و شما هر کسی که اگر به نام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صلوات می فرستد خوش به حالش که انشاءالله وی چی در قبر و چی در روز قیامت یک یاردمچی بهترین برای ما به حساب می رود. حتی همین صاحب قصیده برده عبدالله بصیری که گوییم که به بیماری فلج گرفتار بودند، حضرت میگوید شبی که من 100 صلوات به روح پیغمبری خدا فرستادم، همان شب حبیب خدا را در خواب دیدم و او حضرت میگوید یک جامعه در دند در بدن داشتند، بالای من پرتافتند و گفتند ای عبدالله بشارت به تو که تو صحت و سلامت شدی. وقتی سحر میگوید بیدار میشوم، همان فلجی که چندین ساله در وجود من بود این بیماری از جسم من جدا شده است، من شفای کامل یافتم از فضیلت اللهم صل علی محمد و علی محمد.